نداره. چیزی که من میدونم اینه که شما به هر حال منو میکشید. راست میگه. میدونی شاید بهتر باشه همین حالا راحتش کنی. او نه، خواهش میکنم به این سرعت منو نکشید. بهتره منتظر پدون بشیم. اون دوست نداره ما از دستورش سرپیچی کنیم. یه وقت اگه جیغ بزنه چی؟ ممکنه مارتین صداشو بشنوه. ها؟ در اون صورت فوری زبونشو میبریم. اونطوری دیگه صداش در نمیاد. اون وقت پدون چجوری ازش بازجویی کنه؟ با یه قلم و کاغذ. اگه جایی تو بودم اون کارو نمی کردم. من اگه واقعا با تبر تو نشونه گیری کرده بودم، حالا دیگه نمیتونستی اینجوری به هم زل بزنی. وقتی اینو پارت کنم حتما به هدف میخوره. پس اگه اینقدر بیفکری که بخوای فرار کنی، میتونی باور کنی که اون در آخرین چیزی خواهد بود که در این لحظات میبینی. اون مبل و نظر جایی راحتی میرسه، چرا نمیری اونجا بشینی؟ مسلح و دور دیده از یه زن کتش خوردن. دلم میخواد بکشمش. قسم بخورم میکشمش. تو اونو نمیکشی. تو هر کاری من بهت بگم میکنی. و حالا ما با هم یه خورده حرف میزنیم. عالی بود بچه ها. تمام شگردای شعبده بازی رو کامل یاد گرفت. علتش اینه که شما معلم خوبی هستید. یه شعبات بی نظیر. شعبات افراد نباید خودشون رو به کسی یاد بدن، برای ممکنه خودشون بیکار بشن. شما دو نفر کار مهمتر از شعبات بازی دارید و امیدوارم از چیزایی که یادتون دادم بتونین علیه دشمنانتون به خوبی استفاده کنید. شما دشمنان زیادی دارید. امیدوارم که شهر دیگه دنبالمون نیاد. ولی ما توی شهر نمیمونیم بچه ها. میری دیون. برای چی لیون؟ برای اینکه شما بچه ها هرچی زودتر باید سوار کشتی مارسی بشین. ولی شما گفتین تو این شهر باید نمایش بدین، همینطور شهرهای دیگه. این دفعه اول نیست که برنامه‌مو به هم میزنم. در هر حال من فکر میکنم در این دنیای بزرگ کارهای مهمتری هم هست که آدم نباید از اونا غافل بشه. ولی ما اصلا راضی نیستیم به خاطر ما زحمت بکشید آقا. این حرفا رو اصلا دوست ندارم که بشنوم. شما مثل بچهای خود من میمونید. یعنی اینقدر آینده ما براتون مهمه؟ بله بچهای خوب من، دشمنان شما به شدت مراقب ما هستن. ما از طریق کوهستان باید بریم. یه شب در کوهستان، من که فکر میکنم خیلی عالیه. من اصلا نمیدونم پولت کجا ممکنه باشه. راستش دیگه دارم نگران میشم. اون رفت بیرون که یه چیزی برای خوردن بخره. یعنی چی شده؟ سر در نمیارم. نمیتونه خرید غذا اینقدر طول بکشه. ممکنه رفته باشه فروشگاه لباسی چیزی برای خودش بخره. نه، وقتی فهمید تو قرار شام بیه اینجا خوشحال شد. ممکنه است وقتش برای همچین کاری تلف کنه. شاید هم از اینکه بهش گفتی من قراره تا آمدن دو قلوها اینجا بمونم ناراحت شده و احساس خطر کرده. بگو ببینم، تو جریان رو بهش گفتی؟ نه، من بهش چیزی نگفتم. ولی به هر حال این نمیتونست ناراحتش کنه، چون میدونم خیلی برای تو احترام قائله. به نظر تو امکان داره که گرفتار مامورین گارد شده باشه؟ نه، من باور نمیکنم که اونا وارد مارسی شده باشن. در ضمن اگر هم اومده باشن، برای چی باید به پولت مزنون بشن؟ من مطمئنم که اون به زودی پیداش میشه. مارتین، نگران نباش. باشه دقا، میشه یکم یک خوردن به یه مسافر تشنه بدیم؟ بیا بگی غریبه، بیا. خیلی تشنم بود، تمام روز در راه بودم. چرا آب با خودت نیوردی؟ مگه نمیدونستی این طرف ها چقدر گرمه؟ آخه من اهل این طرف ها نیستم. درسته، به قیافت هم نمیاد چه باشی. ببینم، شما یک کالسکه با یه مرد و دوتا بچه رو ندیدین که از اینجا رد بشه؟ امروز صبح یه جور کالسکه از کنارم رد شد و رفت، متوجه مسافراش نشدم. یه کالسکه پر زرق و برق و رنگی متعلق به یه شعبده باز، احتمالاً رنگشون باید بنفش باشه. آره بنفش بود، الان یادم اومد از اون جاده داشت میرفت پایین. خب احتمالاً به طرف لیون میرفت. گفت لیون؟ خب چرا لیون؟ اونجا جشنواره تردستی اجرا میشه، همه شعبده بازا میرن اونجا.
همسرم میخواست بره ولی من برای دیدن این چیزا دیگه پیر شدم. تو اگه دنبال یه شعبد باز هستی حتما برو اونجا. خیلی ازت متشکرم پیرمرد. این برای چیه؟ برای یه چیکاب و چند تا سوال؟ نه، تو بیشتر از اونی که فکر میکنی به هم کمک کردی پیرمرد. برو ایوون. پیرمرد دلم میخواد بعد از شخت زدن 40 هکتار زمین منو ببینه. اون وقت میفهمه پیرمرد کیه. زود باش را بیا پیوون. برو برو. شما منتظر چی هستین قربان؟ برای چی همین حالا کارشو تموم نمی کنین؟ اون فقط باعث دردسر ماست قربان. اگه اون به منزل مارتین برنگرده وضعمون بدتر میشه. تو که دیدی شاوکو همین الان با چمدونش رسید ها؟ شاید مارتین بهش گفته باشه که دختر از خونه رفته بیرون و برنگشته. اون وقت شاوکو میفهمه که ما در مارسی هستیم. در این صورت ما نمیتونیم اونا رو غافلگیر بکنیم. شما که پیشنهاد نمیکنین آزادش کنیم بره؟ اتفاقا همینطوره. این دقیقاً پیشنهادیه که من دارم. برو ببین جاسوسای ما خبر تازه‌ای از دوقلوها ندارن. زود باش برو دیگه. از بس بهم گفتی از دوقلوهای افسانه‌ای چیزی نمیدونی دیگه دارم خسته میشم. این واقعیته. من مدت کوتاهیه که با مارتین ازدواج کردم. ما برای گذروندن تعطیلات به اینجا اومدیم. در مورد دوقلوها هم هیچی نمیدونم. ولی به من گزارش دادن که شما میخواین دوقلوها رو ببریم بچین. اینا همش حدس و گمانه. مامورای شما اشتباه میکنن. فکر میکنم تو به زندگی خودت علاقه داری نداری؟ این چه حرفیه؟ همه زندگیشونو دوست دارن. پس بهتره بیشتر مواظب خودت باشی. از همین حالا شروع کن. آه. هیچ وقت درباره مرگ غیر طبیعی چیزی شنیدی؟ شانمان تقریبا در این زمینه یه متخصصه. بعضی وقتا ممکنه سالها طول بکشه تا بالاخره مرگ سراغ آدم بیاد. ولی درست نیست شما اینقدر معطل بمونید خانم. اگه بلای سرم بیاد شاوکو افرادش بالاخره پیداتون میکنن. شاوکو؟ به چی میخندی؟ شاوکو که تو ازش حرف میزنی یکی از افراد منه خانم. یکی از بهترین افرادم. باید درس کنم که اون تونسته شوهرتو مارتینم گول بزنه. به هر حال ممکنه یه راه حلی وجود داشته باشه. فکر کنم بدت نیاد یه پول حسابی به جیب بزنی. چطوره با هم یه معامله‌ای بکنی؟ تو میتونی خیلی پول دار بشی. شما میخوایی من براتون چیکار کنم؟ تو برمیگردی به منزل و وانمود میکنی که هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی اگه ازم سوال کردن چی؟ یه چیزی از خودت بساز. همونجا بمون و تحقیق کن که دوقلوها کی میرسن. ولی من که بهتون گفتم من هیچی راجع بهشون نمیدونم. اگه با ما کنار بیای و راستشو بگی خانم، مطمئن باش هم وضع خودت و هم شوهرت بهتر خواهد شد. اصلا منظورتو نمیفهمم. وقتی ما بچه ها رو پیدا کردیم 100,000 فرانک یه دقیقه صبر کن. من از کجا بدونم که تو این همه پول داری؟ بیا فکر میکنم 5,000 فرانک پیش قص پول کمی نباشه. که اینطور 5,000 فرانک؟ و حالا گوش کن چی میگم. وقتی متوجه شدی که دوقلوها به مارسی رسیدن، تو باید به هر نحوی که شده خبر ورودشون به من اطلاع بدی. بله میفهمم. ما از طریق اون لوله حرفاتونو گوش میدیم. شاوکو وسایلی داره که به راحتی میتونه بفهمه که شما دو نفر به هم چی گفتین، حتی مواقعی که توی اتاق نیستین. تعجب میکنی وقتی بشنوی چه چیزای جالبی از شما دو نفر میدونین. اگه به مارتین بگی که ما توی این خونه هستیم، ما هم تو رو میکشیم و هم اونو. نمیتونین جایی فرار کنین. هیچ جا برای شماها امن نیست. انگار چاره جزئی ندارم. بسیار خوب، حالا برو سر وضعیت مرتب کن. نباید کسی متوجه ماجرا بشه. خیلی خوب، هرچی شما بگید قربان. چرا بهش گفتی شاوکو یکی از افراد ماست در حالی که اون بزرگترین دشمنمونه؟ برای این که دیگه جرأت نمیکنه یک کلمه از این جریان به شوهرش مارتین بگه. اون لوله نمیتونه تمام حرفای اونا رو به گوش ما برسونه. ولی ترس از شاوکو باعث میشه به مارتین چیزی نگه. اون فقط برای ما یک وسیله است. وقتی دو قلوها رو گرفتیم اونو از بین میبریمش. Thank you.
چه؟ الان برای پیاده روی خودت دیر وقت آقا. کسی بهت نگفته شبا اینجا چقدر خطرناکه؟ واقعاً شو بینم، برای آدم هایی مثل تو این منطقه خطرناکه، نه برای من. الان دستم میشکنه، ول کن دیگه آقا. اگه وادارشون نکنی که وسایلشون کنار بگذارن دستتو میشکنم. اگه نشدین چیکارونه رو بندازین زمین. ولی گاسپارد، برام مهم نیست، فقط کاری که میگه بکنیم. ولی ما راحت میتونیم بگیریمش. آره اونم راحت میتونه دست منو بشکنه. یالا بندازین زمین. اگه جای تو بودم از اینجا میرفتم. منم اگه جای تو بودم ساکت میشدم و گوش میکردم. تو واقعا فکر میکنی من یه بیکارم و بیجهت باشدم اومدم اینجا؟ خب برای چی اومدی اینجا؟ من یه خارجی هم و به افرادی مثل تو احتیاج دارم. مطمئن بودم به زودی یه در و در این قسمت شهر پیدا میکنم. حالا پیدا کردی که چی؟ ما میخواییم با هم یه معامله بکنیم، تجارت و پول. گفتی پول؟ اینجا خیلی خوبه، آرامش داره. آدم وقتی خیالش راحت باشه طبیعت همیشه براش زیباست. ولی شما ها چی؟ دو تا جوون بیچاره و در حال فرار و وحشت زده. ولی انگار فعلا همه چیز رو به راهه. ما واقعا ازت متشکرم. از وقتی پدرمون مرده تو مهربون ترین آدمی هستی که ما دیدیم. حالا که شما چنین احساسی رو نسبت به من دارید، ازتون میخوام که راز خودتون رو با من در میون بذارید. مطمئن باشید که من رازنگهدار خوبی هستم. اگه به من اطمینان کنید ممکنه به نفعتون باشه. خب مسئله اینقدر پیچیده است که من مطمئن نیستم خودم هم فهمیده باشم. من فقط میدونم که ما مأموریتی داریم و باید برگردیم به کشور چین. به چین؟ ولی چین بدون شک از مارسی خیلی دورتره. بله، ولی ما هر دو اونجا متولد شدیم. شاید باور نکنی، اما افسانه ای هست که میگه سرنوشت کشور چین بستگی به بازگشت ما داره. ما این حرف رو تو حاله به هیچ کس نزدیم. من واقعا ازتون ممنونم، اما شاید بهتر باشه بیشتر بگین، مثلا درباره نوری که موقع گرفتن دستای همدیگه به وجود میاد. خودتون رو ناراحت نکنین. اگه نمیخوان چیزی بگین بسیار خوب، چیزی نگین. ولی با تردستی شما و شگردای من ما میتونیم تبدیل به بزرگترین شعبده بازنی بشیم که دنیا تا به حال دیده. ولی کار ما تردستی نیست. وقتی من گفتم تردستی منظورم این بود که نگران نباشین، ما به شما اعتماد داریم، ولی باور کن نمیدونیم چه نیرویی. ما با این نیرو به دنیا اومدیم و مواقعی که دستای همو میگیریم از همون محافظت میکنه. ولی کنترلش دست ما نیست. بعضی اوقات اون نیرو انقدر قویه که حتی خود ما را میترسونه. گاهی آرزو میکنیم که کاش ما مثل بچه های دیگه بودیم، با یه پدر و مادر خوب. بچه های خوبم چطوره برین کمی قدم بزنین؟ ممکنه سر حال بیاین. منم یه خورده میخوابم، فردا باید زود بلنشیم. هیچ وقت از خودت پرسیدی اصلا کارمون درسته یا نه؟ منظورت چیه؟ خب تو از این همه دردسر و دوندگی خسته نمیشی؟ یعنی از این اتفاقاتی که از مرگ پدر به بعد رخ داد؟ شاید به خاطر لوحه هاست که همه دارن تعقیبمون میکنن و میخوان بکشنمون. آخه ما که به کسی آزاری نرسوندیم جولی. فقط با بردن لوحه ها به چینه که ما میتونیم پدر و داییمون از اسارت نجات بدیم. اینو میدونم، همون چیزی که مارتین و شاوکو هم میگن، و این فقط یه افسانه است و ما فقط چیزایی رو میدونیم که شاوکو بهمون گفته. بله، ولی راجب نیرومون چی میگی؟ ما میدونیم که اون نیرو وجود داره، ولی این ثابت نمی کنه که این داستان حقیقت داشته باشه. نگاه کن، قرص ماه کامله. آخرین باری که دیدیمش یادته؟ بله، هنوز زنده بود. اصلا نمیشه باور کرد که همین یه ماه پیش بود. به نظر من که خیلی بیشتر میاد. بله خوب فکر کن جولز، درست موقعی که خواب مجسمه ها رو دیدیم. اگه فکر کنی یادت میاد، من کاملا یادمه. باید مسئله همین باشه، یه چیز کاملا استثنایی. باور نمی کنی؟ چرا، باور می کنم، باور می کنم جولی. دستمو بگیر جولز، بگیر.
شما هستیم. شما باید نهایت سعیتون رو بکنید. ما میتونیم نجاتشون بدیم. آره، ما باید نجاتشون بدیم. ما برای نجات شما به این تمام سختی ها رو به خاطر شما تحمل میکنیم. لوح پیروزی رو بذارید اینجا. مطمئن باشید به وسیله اون ما نجات پیدا میکنیم. شما افسانه دوقلوها رو با گذاشتن لوح پیروزی در اینجا کامل خواهید کرد. شما با وحدت خودتون ملت چین رو از چنگال امپراتوریست شیطان سپد آزاد میکنید. بله پدر، پدر، کلمه ای که مدت ها نگفته بودم. پدر، 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 من هستم پسرم. پدر عزیز. پدر، تو زنده ای؟ من همیشه در قلب شماها خواهم بود. هرگز ترکتون نکردم و تا وقتی منو دوست داشته باشید هیچ وقت ترکتون نمی کنم. ما همیشه دوستت خواهیم داشت پدر. هیچ وقت فراموشت نمی کنیم پدر. ولی بعضی وقتا نمی تونیم مطابق میلمون عمل کنیم. خیلی ها مخالف ما هستن. شما باید وظیفتون انجام بدید و کسی نباید بتونه سد راهتون بشه. سفر شما طولانی و مشکل خواهد بود. ولی بالاخره یک روز صلح و آرامش بر غم و ناراحتیتون چیره میشه.